بشر همواره در جنگ‌های خودش به دنبال پیروزی بوده و یکی از لازم‌های پیروزی برای بشر شناخت کامل تحرکات، مواضع و ادوات تجهیزات دشمن بوده. ابتدا جاسوس‌ها و بعدها دیدبانان این وظیفه رو به عهده گرفتن تا بتونن تحرکات دشمن رو چک و ارزیابی کنن. اما با پیشرفت تجهیزات و تسلیحات و ورود تکنولوژی به دنیای جنگ افزار، سیستم‌های شناسایی جدیدی در انواع مختلف به وجود اومدن که کار شناسایی اقدامات دشمن رو بسیار ساده‌تر کردن. از انواع دوربین‌های عکاسی و هواپیماهای عکاس گرفته تا انواع پهپادها و سیستم‌های ماواره‌ای و رادارها، امروزه در جهت شناخت و تسلط بر کارهای دشمن به کارگیری میشن. اما اونچه که امروز اهمیت داره وجود یک سیستم قدرتمند در آسمان هستش تا بتونه کوچکترین اقدامات مختلف رو در کمترین زمان ممکن کشف و به یگانهای خودی اطلاع بده. برای این چنین سیستمی با این سطح از توانایی و کارایی پهپادها عاجز هستن، چون که پهپادها نمیتونن در آن لحظه فضای زیادی رو پوشش بدن و در پروازهای پوششی بسیار محدود هستند. جنگنده ها و ماهواره ها هم همینطور، هم از نظر سطح پوشش و هم از نظر توانایی انتقال اطلاعات به شکل آنی، تنها و تنها فقط آواکس ها هستند که میتونن این فضا رو پوشش بدن، اون هم در آن لحظه و در کمترین زمان ممکن تحرکات دشمن رو کشف و بیگان های خودی اطلاع رسانی کنن. امروز قصد داریم در رابطه با کلیت آواکس ها و کاربرد این پرنده های ارزشمند در جهان امروزه با هم صحبت کنیم. پس تا انتها با ما همراه باشیم. ازتون میخوام قبل از هر چیز این ویدیو رو لایک بزنید و برای دیدن ویدیوهای بیشتر حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید. آواکس، یا اگه درستر بخوایم بگیم هواپیماهای آواکس، به نوعی خاص از هواپیماها گفته میشه که برای انجام ماموریت‌های شناسایی، پشتیبانی، کنترل و نظارت، تجسس و پایش منطقه طراحی و ساخته شدن. کلمه آواکس در اصل مخفف یک جمله انگلیسی هستش که به معنی سیستم کنترل و هشدار زودهنگام هوا برد معنی میشه. اما میشه این جمله رو به معنی سیستم کنترل و هشدار در حال پرواز هم معنی کرد. هواپیماهای آواکس با استفاده از قابلیت دیدروی راداری به راحتی در آسمون نقش یک ایستگاه راداری قدرتمند و متحرک رو ایفا میکنن و میتونن سهم بزرگی رو در موفقیت یک یگان در عملیات خودش به عهده بگیرن. امکان جمع‌آوری اطلاعات، توان انجام عملیات‌های فرماندهی و کنترل در آسمان، امکان ایجاد مدیریت صحنه نبرد، توان ایجاد لینک ارتباطی بین نیروهای خودی، امکان ایجاد جنگ شبکه محور در بین تمامی نیروهای مختلف، هدایت آتش یگانهای پدافندی و امکان برد و بلند شدن عمق شناسایی نیروهای خودی از جمله ویژگی‌های برتر هواپیماهای آواکس هستند که باعث شدن این هواگردها امروزه به یکی از عناصر برنده و بسیار مهم جنگ‌ها تبدیل بشن. توانایی بالای آواکس‌ها باعث شده که چه در دوران جنگ و چه در دوران صلح به شدت کارآمد باشن و بتونن در مأموریت‌های تهاجمی و هم در مأموریت‌های تدافعی نقش بسیار بالایی رو به عهده بگیرن. در مأموریت‌های تهاجمی به خاطر برد و بلند بودن، آواکس‌ها میتونن در عمق خاک دشمن به نیروهای خودی کمک‌های اطلاعاتی شایانی بکنن. و در مأموریت‌های تدافعی این آواکس‌ها هستن که میتونن با کشف اقدامات دشمن در فواصل دور به یگان‌های پدافندی و جنگنده‌های خودی کمک بالایی بکنن و با نوع خاص دید راداری خودشون میتونن نقاط کور راداری روی زمین رو پوشش بدن. یکی از ویژگی‌های برتر آواکس‌ها توان متحرک بودن اونها در آسمان هستش که در کنار قدرت راداری و توان بالای رادار به یک مثلث قدرت برای آواکس‌ها تبدیل شده و باعث شده که این هواگردها توان انجام انواع کارهای مختلف رو داشته باشن. همونطور که گفتیم یکی از ویژگی‌های برتر آواکس‌ها توانایی برد و بلند بودن اونهاست. امروز بیشتر آواکس‌ها برد حدوداً 400 کیلومتری دارند. فقط کافیه که یک آواکس در ارتفاع 30,000 پایی پرواز کنه، اون موقع میتونه 312,000 کیلومتر مربع رو کاملاً پوشش بده. موضوع از اونجا جالب‌تر میشه که اگه بدونید که 3 تا آواکس به صورت همزمان در یک عملیات به کارگیری بشن، میتونن مساحتی به اندازه کل اروپای مرکزی رو پوشش بدن.
یکی دیگه از ویژگی های آواکس ها توانایی انتقال آنی اطلاعات در اونها هستش. آواکس ها میتونن بعد از کشف و رصد هدف در آن لحظه اونها رو برای درگیری به سیستم های خودی واگذار کنند. این قابلیت در زمان اجرای حالت تدافعی و مقابله با تهاجم جنگنده های دشمن بسیار کاربردی هستش و باعث میشه که یگان های پدافندی اهداف رو در بردی بیشتر از برد توان راداری خودشون کسب و از بردهای بیشینه براحتی با اونها درگیر بشن. با توجه به داشتن ویژگی های مثبت بسیار زیاد، اما آواکس ها ویژگی های منفی هم دارن. هزینه بالای تعمیر نگهداری، خدمه زیاد، هزینه بالای ساعت پرواز، مهم بودن تکنولوژی بروز و احتیاج به ارتقاهای مختلف، نداشتن توان دفاع از خود و احتیاج به داشتن جنگنده های پشتیبان از جمله ویژگی های منفی هواپیماهای آواکس محسوب میشه. با عنوان جنبندی نهایی میتونیم این موضوع رو بگیم که این آواکس ها هستن که کاربردهای بیپایانی دارن و چه در دوران صلح و چه در دوران جنگ به شدت کاربردی هستن. در دوران صلح از آواکس ها در بلایای طبیعی، پایش منطقه جغرافیایی، نقشه برداری و تهیه نقشه های توپوگرافی به شدت میشه استفاده کرد که تهیه نقشه های توپوگرافی در زمان جنگ احتمالی بسیار کاربردی و مهم هستش. خب دوستان عزیز، امیدوارم از این برنامه لذت برده باشید. از خداوند متعال برای تک تک شما دوستان عزیز شب و روزگاری خوش، تنی سلامت و رزق و روزی حلال طلب میکنم. شب و روزگار بر شما عزیزان خوش، دلتون شاد، لبتون خیر. یا حق.